سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب چهارشنبه 5 آبان ماه در 279 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. پرسپولیس روی ریل پیروزی. صعود سرخپوشان به جمع صدرنشینان با دبل عبدی. امشب در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر، یکی از نفسگیرترین مسابقات این هفته میان پرسپولیس و نساجی برگزار شد که در نهایت شاگردان یحیی گل محمدی تونستند اولین 3 امتیاز خانگی فصل رو به دست آورده و بعد از سپاهان، گلگهر و استقلال به چهارمین تیم 6 امتیازی جدول تبدیل بشن. سرخپوشان تهرانی در این دیدار پربرخورد در اواخر نیمه اول با گل مهدی عبدی در دقیقه 42 از مهمانشون پیش افتادند، اما با شروع نیمه دوم با ضربه سر کریم اسلامی در دقیقه 49 غافلگیر شدند تا کار به تساوی کشیده بشه. بعد از این گل دامنه حملات پرسپولیس به شدت افزایش یافت تا در نهایت طی یک حرکت ترکیبی عالی، باز هم مهدی عبدی این بار در دقیقه 63 تور دروازه شمالی ها رو به لرزه در بیاره. در ادامه تلاش نساجی برای به ثمر رسوندن گل تساوی ناکام موند تا پرسپولیس به دومین پیروزی متوالی خود در لیگ 21 دست پیدا کنه. با این نتیجه نساجی با 3 امتیاز در رده 9 قرار گرفت. ستاره پرسپولیس گل زد اما شادی نکرد. مهدی عبدی، مهاجم مازندرانی پرسپولیس، بعد از گلزنی مقابل نساجی شادی نکرد که این اقدام در فضای مجازی مورد توجه هواداران تیم شمالی قرار گرفت. این ستاره جوان اهل روستای قراخیل در حوالی قائم شهره و زمانی هم در نساجی توپ زده. نکته قابل توجه اینجاست که عبدی بعد از چند سباهی توپ زدن در تهران و تیم‌های امید پرسپولیس و بادران در مقطعی به تمرینات نساجی برگشت تا در لیگ 19 در این تیم بازی کنه، اما رضا مهاجری سرمربی سابق تیم مازندرانی روی نامش خط کشید تا عبدی به تهران و پرسپولیس برگرده. گل پرسپولیس آفساید بود؟ عیسی آل‌کثیر، ستاره خط حمله سرخپوشان تهرانی، در جدال با نساجی در دقیقه 11 روی پاس مهدی ترابی تور دروازه رقیب را به لرزه درآورد، اما این گل از سوی داور مردود اعلام شد. محمد فنایی، کمک داور فینال جام جهانی 1994 آمریکا، در رابطه با این تصمیم امیر عرب براقی داور مسابقه گفت: صحنه بسیار سختی بود، اما من چند بار که صحنه آهسته اون رو نگاه کردم متوجه شدم مهدی ترابی، هافبک پرسپولیس، حدود نیم پا در آفساید قرار داشت و تصمیم داور و کمک داور مسابقه درست بود. باند 6 نفره علیه اسکوچیچ در تیم ملی. سرنوشت ویرا در انتظار مرد کروات. خبر ورزشی امروز در گزارشی ویژه مدعی شد که یک باند 6 نفره از مخالفان دراگان اسکوچیچ در تیم ملی تصمیم به برکناری مرد کروات بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی 2022 قطر گرفتند. این رسانه در همین خصوص نوشت: این درگیری‌های پنهان و آشکار از بحرین و مرحله انتخابی جام جهانی آغاز شد. یک گروه 6 نفره شامل بازیکنان جام جهانی رفته ی تیم ملی بعد از بازی با کامبوج در بحرین تصمیم گرفتند که جور دیگه ای با سرمربی جدید و نسبتاً گمنام تیم ایران تا کنند. بر اساس شنیده ها، شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال با وجود اطلاع از این ماجرا نه تنها جلوی گسترش اختلافات رو نگرفته، بلکه به بازیکنان معروف و این باند 6 نفره نزدیکتر هم شده. باندی که 3 عضوش نیمکت نشین هستند، اما معتقدند باید در ترکیب اصلی به میدون برند، موضوعی که مورد موافقت اسکوچیچ قرار نگرفته. جالب این که یکی دیگه از اعضای این باند مصدوم و یکی دیگه هم اصلاً به بازی گرفته نمیشه. فرد پایانی هم کسیه که در مسابقات در 2 یا 3 دقیقه پایانی به عنوان یار تعویضی پا به مستطیل سبز میذاره.
خبر ورزشی در ادامه این افشاگری مدعی شده که سرمربی بعدی تیم ملی هم قراره بعد از مشورت با این باند 6 نفره انتخاب بشه. از اونجایی که اسکوچیچ مربی ارزون قیمتیه، بار مالی زیادی بعد از اخراج روی دوش فدراسیون نخواهد گذاشت و به نظر میرسه درست سرنوشتی مانند والدیر ویرای برزیلی که بعد از رسوندن ایران به جام جهانی 1998 فرانسه از سمتش اخراج شد در انتظار اسکوچیچ خواهد بود. داورزنی گزینه وزارت برای مدیر عاملی پرسپولیس. رئیس فدراسیون والیبال به احتمال حضورش در پست مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس واکنش نشون داد. محمد رضا داورزنی در همین خصوص گفت: خدمت به باشگاه‌های پرطرفداری مثل پرسپولیس و استقلال برای هر کسی یک افتخار بزرگ محسوب میشه. مدیریت این تیم میتونه افتخاری بزرگ برای هر شخصی باشه. اما معتقدم امروز در والیبال بیشتر میتونم کمک کنم. برای باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم اتفاقات خوبی برای این تیم پرطرفدار رخ بده. سکوت سیاستمدارانه ترابی در قبال حرکت جنجالی طارمی. مهدی ترابی به حاشیه اخیر توییت جنجالی مهدی طارمی در خصوص دراگان اسکوچیچ واکنشی محتاطانه نشون داد. اون در اظهار نظری سیاست مدارانه گفت: نظر خاصی ندارم و این موضوع ارتباطی به من پیدا نمی کنه. همه ی بازیکنان و اعضای کادر فنی برای بالا رفتن پرچم ایران می جنگند و تیم ملی هم نیاز به آرامش داره. فکر نمی کنم این موضوع چیزی باشه که بخواد تیم ملی رو تحت تأثیر قرار بده. اون همچنین در خصوص حضور کم در ترکیب تیم ملی گفت: اسکوچیچ که نمیتونه 11 نفر بیشتر انتخاب کنه و طبیعتاً همه دوست دارن در ترکیب تیم ملی بازی کنند. من به تصمیم سرمربی تیم ملی احترام میذارم و بازی کردن در تیم ملی هم دست من نیست. کاوه رضایی در لیست گل محمدی. در حالی که این روزها سرپرست باشگاه پرسپولیس در تلاش با پرداخت طلب گابریل کالدرون و دستیارش پنجره نقل و انتقالات قرمزها رو باز کنه، اسامی مختلفی به عنوان گزینه کادر فنی جهت حضور در جمع شاگردان یحیی گل محمدی سر زبونها افتاده. یکی از این بازیکنان که در دو روز گذشته هم اخبار زیادی در رابطه با مذاکره اون با قرمزها مطرح شده، کاوه رضایی مهاجم سابق استقلاله که در حال حاضر وضعیت خوبی در لیگ حرفه‌ای بلژیک نداره. با این حال کاوه اعلام کرده که هیچ علاقه‌ای به بازگشت به فوتبال ایران نداره و میخواد فوتبال خود رو در لیگ‌های اروپایی پیگیری کنه. ادعای عجیب اسپورت قطر، تاباتا شکار بعدی استقلال. نشریه اسپورت قطر در یک ادعای عجیب از استقلالی شدن رودریگو تاباتا، بازیکن 40 ساله برزیلی قطری خبر داد. این بازیکن تاکنون در 43 مسابقه برای اسد به میدون رفته و موفق به زدن 27 گل شده. آماری که برای یک هافبک هجومی فوق‌العاده به نظر میرسه، اما تمایل آبی پوشان تهرانی برای جذب این بازیکن از این جهت عجیب بوده که این بازیکن 40 سال سن داره و آبی ها نمیتونند برای مدت زیادی روی اون حساب کنند. مانع بزرگ استقلال برای عقد قرارداد با جسته. مسئولان باشگاه استقلال تنها در شرایطی میتونن با رودی جستت قرارداد امضا کنند که نام احمد موسوی رو از لیست خود خارج کنند. رودی جستت بازیکنیه که بعد از چند هفته حرف و حدیث شب گذشته وارد ایران شد تا بعد از حضور در تست‌های پزشکی آبی پوشان تهرانی قرارداد خود رو با استقلال امضا کنه. این اتفاق در شرایطی رخ داده که همکنون لیست استقلال به طور کامل پره و فرهاد مجیدی برای استفاده از جستت باید نام احمد موسوی رو در لیست خروج باشگاه قرار بده. البته چون این اتفاق در زمان قانونی رخ نداده، باشگاه استقلال مجبور یا با اون توافق کنه یا به این بازیکن غرامت بپردازه. تا کنون آبی‌های پایتخت توافقی با موسوی نکردند و حالا باید دید سرنوشت این بازیکن در نهایت به چه شکلی رقم خواهد خورد.
علی منصور گرفتار کرونای دلتا. شروع کار علیرضا منصوریان در صنعت نفت آبادان با بدشانسی تمام آغاز شد. سرمربی جدید آبادانی ها در شروع لیگ 21 به دام ویروس کرونا افتاد و نتونست در دو دیدار ابتدایی لیگ برتر مقابل زوباهن و تراکتور تیمش رو هدایت کنه. جدا از این مسئله، منصوریان 24 روزه که قادر به شرکت در تمرینات تیمش هم نیست و با وجود اینکه 21 روز گذشته رو در قرنطینه گذرونده، اما در تست مجددی که از اون به عمل اومده مشخص شده کرونای سرمربی صنعت نفت همچنان مثبته و اون باید دوران قرنطینش رو ادامه بده. به این ترتیب منصوریان قادر نخواهد بود در دیدار هفته سوم صنعت نفت برابر فجر سپاسی که روز شنبه برگزار میشه روی نیمکت تیمش حضور پیدا کنه تا غیبت سرمربی آبادانی ها در کنار تیمش به سه دیدار برسه. ورود قوه قضاییه به قرارداد فدراسیون با شرکت بلژیکی. با اعلام سخنگوی قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به قرارداد فدراسیون و یک شرکت یهودی برای اجاره VAR ورود خواهند کرد. ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در همین خصوص گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر فدراسیون را ملزم به تجهیز VAR کرده. فدراسیون ایران هم قراردادی برای اجاره دستگاه VAR با یک شرکت بلژیکی منعقد کرده که گزارش شده عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکنه با رژیم تل‌آویو مرتبط باشند. البته هنوز شکایتی در این خصوص از فدراسیون نشده و اگه این اتفاق رخ بده دستگاه قضایی اون رو پیگیری خواهد کرد. طبیعتاً نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این موضوع رو هم بررسی می‌کنند. فولاد زیر پتک آلومینیوم، اولین پیروزی ارزشمند عراقی‌ها. در یکی دیگه از بازی‌های هفته دوم لیگ برتر ایران، آلومینیوم عراق موفق شد در جدالی خانگی به یک پیروزی ارزشمند برسه و فولاد رو با 3 گل نقی‌زاده در دقیقه 59، آریاکیا در دقیقه 86 و فاتح در دقیقه 91 از پیش رو برداره. این دومین شکست متوالی خوزستانی‌ها تحت هدایت عبدالله ویسیه. خوزستانی‌ها پیش از این و در هفته نخست هم با 3 گل مغلوب پرسپولیس شدند و با شکست امروز مقابل نماینده عراق بدون امتیاز در رده 16 قرار گرفتند. ضمن اینکه آلومینیوم هم 4 امتیازی شد و به رده 5 جدول صعود کرد.